چه شب زیبای امشب، میلاد آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، شب 13 رجب. و فراموش نکنیم میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام با یک معجزه بسیار بسیار بزرگ تمام، یعنی در روز 13 رجب خدمتتون عرض بکنم که وقتی آقا امیرالمومنین علی علیه السلام متولد میشن، دیوار خانه کعبه که شکافته میشه، البته سه روز بعدش، درست میگم آقای بهنام، سه روز بعد از 13 رجب، سه روز حضرت فاطمه بنت اسد در خانه خدا میهمان ملائک، میهمان بهشتیان، میهمان خدای عزوجل در خانه خدا، ولی خدا رو به دنیا میاره. و بعد از سه روز یعنی در 16 رجب از دل کعبه خارج میشه و اولین کسی که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام چشمان مبارکشون رو به روی او باز میکنن، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله. همین یک کرامت، همین یک واقعیت و حقیقت و واقعه تاریخی کفایت میکنه برای تمامی دنیا که بر حقانیت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام اعتراف بکنن و سر تعظیم فرود بیارن. اگر کم کسی آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، اون وقت میان میپرسن آقا چرا شما راجع به دشمنان امیرالمومنین علی علیه السلام فلان رو میگید، بهمان رو میگید، از کتب خودشون برمیگردید میگه آقا اینا اینطوری بودن، تیمم بلد نبودن بکنن، اصلا نماز نمیخوندن، نمیدونم بد اخلاق بودن و و و و حالا مطالب دیگه. خب آخه شما اصلا قابل قیاس هم نیست. عاشق مسعود یه روایت خیلی خیلی قشنگ از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام برای ما بخونید تا دل ما بیشتر حال بگیره. آقا من یه نکته بگم قبل از اینکه روایت رو شروع کنیم، من امروز جاتون خالی بینندگان دیدم، در ابتدای برنامه تقریبا 10 دقیقه کنار آقای بزرگانیا بودم ایستاده. آره اختیار دارید، از ابتدا با سلام دادم، حالا گفتیم که شما تکرار رو میبینین حتما، ولی خب این 10 دقیقه که وایسادم پام درد گرفت. این بنده خدا دو سه شب همینجا داره میسته. میخوام حالا با حفظ سمت که برنامه رو هم اجرا بکنن جامون رو باشون عوض کنیم اگر شما اجازه بدید. چه هماهنگ، دست درد نکنه. نه بله من راحتم، دست درد نکنم، میخوام زحمت رو بکنم. من در چشماتون تعارف میبینم، برای همین قبول میکنم. فقط لیوان شربتم رو بیارم با اجازه شما. من لیوان شربتم رو ببرم، شما ببرین که من بنویسم دیگه هرچی میشه. آره از این شیرینی های مگه خواستی بخور. چش نوش جون من بخورم از شیرینی شما. آقا بفهم نوش جون همش به اسم امیرالمومنینه. بس با اجازه بزرگتر. خب خیلی ممنونم که بیننده برنامه شادمانه مولود کعبه هستی. مثلا من امیر غفوری هم. نه آقا شما بزرگ ما هستی، کوچیک شما. در خدمت این جناب استاد بهنام. فقط شعر بلد نیستم بخونم واسه امیر غفوری. شعر آقا شعر هم میخونم، اصلا هر چی هست از همین استودیو و این صندلی هاست، هر کسی اومد اینجا محضر حضرات یه چیزی شده. آره تو با در حفظ احترام به جناب استاد بهنام دیگه در خدمت آجای بهنام باشیم. بزرگوارید در خدمت روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستیم و اجازه میخوام که ابتدای برنامه، چون من نبودم و نمیدونم حالا چه مطالبی گفته شده چه مطالبی گفته نشده، 80 90 دقیقه‌ای به من فرصت بدید که بتونم چند تا روایت برای بیننده‌ها. 80 90 دقیقه که 90 دقیقه دو نیمه فوتبال میشه. خدمت بیننده‌های محترم عرض کنم که برای ولادت امیرالمومنین علیه السلام از ابعاد مختلف خواهش میکنم که مطالعه بفرمایید، چون در برنامه فرصت نمیشه که همه ابعاد رو مورد تحلیل و بررسی قرار داد. یعنی اتفاقاتی که در عالم رخ داد قبل از ولادت امیرالمومنین علیه السلام حتما مطالعه بفرمایید، اتفاقاتی که در اون سه روزی که حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها درون خانه کعبه بودند افتاد، در اون سه روز چه کسانی، کدام یک از ملائکه می اومدن برای تبریک گفتن، کدام یک از انبیاء الله می اومدن برای تبریک گفتن، ثبت شده اینا. چه کلماتی بینشون رد و بدل شد، نوزاد یک روزه، نوزاد دو روزه، نوزاد سه روزه، چه جملاتی رو گفت به ملائکه، به انبیاء الله، به چهار زن بهشتی که
درون خانه کعبه بودند برای ولادت امیرالمؤمنین، اینها رو خواهش میکنم که مطالعه بفرمایید. در اون سه روز درون خانه کعبه چه اتفاقاتی افتاد؟ در اون سه روز در مکه چه اتفاقاتی افتاد؟ یه سری از حجاجی که مردم کعبه دور کعبه بودن در حال طواف بودن، یه دفعه دیدن که یه بانوی اومد، حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها، جانم به فدای نامش، مادر امیرالمؤمنین سلام الله علیها، یه بانوی اومد مقابل خانه کعبه ایستاد، جملاتی رو به خدا عرض کرد، خدا رو قسم داد که ولادت این مولود رو براش آسان کنن. مولودی که حضرت فاطمه بنت اسد مقابل خانه کعبه به خدای متعال عرضه داشت که این مولود مدت هاست با من سخن میگوید، انیس من است و من میدانم که او ولی از اولیاء الله از جملات و مختلف دیدن. یه بانوی اومد قسم داد، فاطمه بنت اسد از دری که مشرکان وارد خانه کعبه میشوند نباید وارد شود، امیرالمؤمنین بناست در این خانه متول، زایشگاه امیرالمؤمنین خانه خداست، خانه کعبه. دیوار کعبه شکافته شد برای این مولود، از در نباید وارد شود. معنای توحید به دنیا می آید، معنای توحید درون خانه کعبه. تنها مولودی که درون خانه کعبه تولد یافته امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. این صحنه رو دیدند مردم کعبه و بعد هم پس از اینکه وارد شد این بانو به داخل خانه خدا، شکاف بسته شد. همه مورخین نوشتند بدون اینکه آجری از آجرهای کعبه به روی زمین بیفتد، بدون اینکه ضلع دیگری از خانه خدا خراب شود. ببینید شکاف خورده، به ضلع دیگر فشار میاره، آجرها باید افتاده باشه، بدون اینکه آسیبی به خانه خدا برسد شکاف برداشته شد در حدی که بانو وارد شوند، و پس از ورود بانو به داخل خانه خدا شکاف بسته شد. سه روز ولوله بود بین مردم کعبه. کجا رفت؟ در این سه روز چه میکند فاطمه بنت اسد درون خانه خدا؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ و قبل از ولادت امیرالمومنین حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها در کوچه و بازار که راه می‌رفتند یا برای طواف خانه خدا که می‌خواستند بیایند، ببینید روایات رو، در و دیوار به فاطمه بنت اسد تبریک می‌گفت و می‌شنید فاطمه بنت اسد سلام الله علیها صدای موجودات عالم که به او تبریک می‌گوید که تو چنین افتخاری داری، حامل چنین مولودی هستی. چندین ماه قبل از اینکه امیرالمومنین به دنیا بیایند، در این نه ماهی که باردار بودند بانو قدم بر نمی داشت در کوچه و بازار مگر اینکه در و دیوار به این بانو تبریک می گفت. و یکی دیگر از نکات رو هم عرض کنم، جاهایی که بت نصب شده بود حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها نمی تونستن به اونجاها نزدیک بشن. چرا؟ روایت می‌فرماد مولودی که در رحم فاطمه بنت اسد بود هنوز نرسیده به آن بت‌ها، با لگد اشاره می‌کرد به مادر، به رحم مادر فشار می‌آورد که اینجا نباید بره، و متوجه می‌شد فاطمه بنت اسد که در چند قدمی من بتی هست. از این مسیر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب که معنای توحید است، مادر از این مسیر نباید برود. اتفاقات ابعاد عرض کردم، ابعاد گسترده است. در آسمان ها چه خبر بود؟ در موجودات زمین چه کسانی تبریک گفتند این میلاد رو؟ ابعاد مختلف و گسترده ای داره که ما فرصت نمیشه توی برنامه همش رو عرض کنیم. بگید فرصت نمیشه، شما گفتی به ما یه 90 دقیقه فرصت بدید، خدا وکیلی من از حرفم برمیگردم. 90 دقیقه که هیچی، 90 سال هم اگر واقعا یقینا فرصت بدید. یقینا اولا که نمیشه تمامی ابعادش رو بررسی کرد، بعدم از الان تا آخر برنامه هر چی هم وقت خواستید از وقت منم برای شما فقط همین مطلب بگید. یا امیرالمؤمنین خیلی باحال، یا امیرالمؤمنین کارگردان به من بگید که تصویر نجف میتونید بدید به ما شب میلاد امیرالمؤمنین؟ بله، اگه تصویر نجف بدید
من یه سوال دیگه هم بپرسم با اجازه خیلی کوتاه. مطالبی که فرمودید آنچه اتفاق افتاد در بیرون خب افرادی دیدند و در حقیقت خب روایت کرد در تاریخ نوشتن. آنچه فرمودید در داخل خانه کعبه اتفاق افتاد سند و راویش چه کسی؟ خود حضرت فاطمه بنت عزت یا در حقیقت من دوست دارم بدونم واقعا برخی از اینها رو بانو فاطمه بنت عزت سلام الله علیها فرمودن، برخی اینها رو امیرالمؤمنین میفرمایند صلوات الله و سلام الله علیه. بسیار سند مسئله خیلی خیلی مهم هست و چه سندی از همین سند قوی تر و دقیق تر. خیلی ممنون و متشکرم. فقط مخالفین امیرالمؤمنین علی علیه السلام تأمل کنید، مادران کسانی که شما رهبر خودتون میپندارید، ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه، کسانی که شما عاشقشون هستید و به این وقت عزیز و به این شب عزیز، شب میلاد امیرالمؤمنین مقابل حرم مقدس سید الشهدا علیه السلام، همه پیروان عایشه، همه پیروان ابوبکر، همه پیروان عمر ان شاء الله با عمر و ابوبکر و عایشه و حفصه محشور شوند و پیروان امیرالمؤمنین علی علیه السلام ان شاء الله با امیرالمؤمنین محشور شود. یا امیرالمؤمنین یا علی، تصویر نجف میتونید بدید بهمون؟ یا امیرالمؤمنین یا علی، ذکر علیین عباده، فرمایش پیامبر خدا، میخوایم عبادت کنیم امشب در شب میلاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام. میلاد امام الاتقیاست، امام الاولیاء، امام الحق، امام الصالحین، امام المخلصین، امام ذوی الالباب، امام الناصح، امام الابرار، امین الرسول، انزع البطین، اورع المبین، اخو الرسول، اذن الله الواعیه، ازهد الزاهدین، اسم الله الرضی، اصل القدیم، امیر البرره، امیر النحل، باب الله، باب الحطه، باب حکمت رب العالمین، باب مدينة العلم، باب دار الحكمة، بحر العلم المسجور، بحر العلوم، بدر المضيء، برهان المنير، تالي كتاب الله، حبل الله المتين، أول العابدين، أول القوم إسلاما، أول مظلوم، أول من آمن بالله، أول من غصب حقه، أبو اللواء، أشرف المكين، أشجع المتين، أصلع الأمين، خير البرية، خير الأوصياء، خاصف النعل، خليل الله، دابة الأرض، دوحة الهاشمية، ديان الدين، ذو القرنين هذه الأمة، ذو النورين، راية الهدى، ركن الأولياء، زوج البتول، حجة الله، حجة الأبرار، حجة الخصام، حافظ لحدود الله، حيدره، حليف المحراب، خاتم الوصيين، خازن علم الله، خاصة الله، خالصة الرسول، خليفة الله، خليفة الرسول، سيد الأوصياء، سيد الوصيين، سيد النجباء، شاهد لرسول الله، شجرة التقوى، شهاب الثاقب، صديق الأكبر، فاروق أعظم، صراط المستقيم، صاحب اللواء، صالح المؤمنين، صفوة الله، زين الصديقين، زین الموحدین، النجبا، ساقی کوثر، سامع السر و النجوا، سدره المنتهى، سراج المنیر، سر الله، سیف الله، سفینه النجات، سید البرره، سید المرسلین، قائد الغر المحجلین، قائد الامه الى الجنه، قائد المتقین، قائد البرره، قاسم الكفره، قسیم الجنه والنار، نفس الرسول، قاتل الفجره، قاتل الناکفین والمارقین والقاسطين، قاضي دين رسول الله، كاشف الكروب، طريق المستقيم، علم التقى، علم الهادي، عمود الدين، عروة الله الوثقى، عصمة الأنبياء، عيبة علم الله، يعسوب الدين، أبو اليتامى والمساكين، إمام المتقين،
انیس المؤمنین، امیر المؤمنین، اسد الله الغالب، علی ابن ابی طالب، سلام الله و صلوات او علیه. از مست تولای تو هم ساقی کوثر، هیدر مدد هیدر، هیدر مدد هیدر، علی مولا علی، علی مولا علی. از این القاب امیرالمومنین فقط دل میره نجف. من مست تولای تو هم ساقی کوثر، هیدر مدد هیدر، هیدر مدد هیدر، علی مولا علی، علی مولا. همه ی هستی من به کفت باشد، به خدا قبله من نجفت باشد. دل و دین منی و دار و ندار من، علی مولا علی، علی مولا. آقا ثواب خوندن این رو هم هدیه میکنم به هر کسی که الان آقای بهنام تو ذهنش هست، به خاطر اینکه این القاب زیبا رو گفت. همه محبین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، از اول خلقت حضرت آدم ابوالبشر تا وقتی جونش که خدا خدایی میکند، انشاءالله فیض ببرن از نه فقط مجلسی که ما ذکر عبادت داریم و ذکر امیرالمؤمنین، همه مجالسی که برپا میشه و ذکر امیرالمؤمنین علی علیه السلام برده میشه و براءت از دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام انجام میشه. آقای بزرگانی عزیزم. پس من فقط اومدم اینجا بایستم، نه که فرمونم دست بگیرم. اتفاقا میخواستم همین رو بگم، الان که دیگه صحبت مفصل کردن صفات آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو، ما شاءالله نمیدونم 50 تا، من فقط 110 عدد از آقا امیرالمومنین رو عرض کردم، از صدها الان فقط 110 لقب. من پیشنهاد میکنم قبل از اینکه حالا هر بوله‌ای ببینیم، بینندگان حق به گردن ما دادن، یک مسابقه برگزار بکنیم و یک سوالی رو شما به انتخاب از آنچه صحبت شد تا الان از بینندگان بپرسید، یک هدیه بدیم انشالله و بریم بعد بریم آتر. حالا که میخواین مسابقه رو هم انجام بدیم، اجازه بدین یه روایت کوتاه هم من عرض کنم. یه وقت سوالش، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، خلق الله تعالی من نور وجه علی ابن ابی طالب 70,000 ملک یستغفرون له و لمحبیه الى یوم القیامه. خدای متعال از نور چهره دلربای امیرالمؤمنین علیه السلام 70,000 ملک خلق کرده در آسمان چهارم، که اینها به صورت 24 ساعته در طول سال شبان روزی، یستغفرون لمذنبی، برای گناهکاران از محبین امیرالمؤمنین علیه السلام طلب مغفرت و استغفار میکنند. هر آنچه محب امیرالمؤمنین و یا علی گوست در این دنیا، این ملائکه برای طلب مغفرت و طلب آمرزش گناهان این محبین امیرالمؤمنین دعا میکنند، مغفرت میطلبند از خدای استغفار میکنند و مغفرت. آقا بریم یه شو. بله بریم این دفعه یه شو. من موافقم. من 3-4 تا نوشتم، ولی خب از اونجایی که باید بریم خدمت اساتید، خب کارم هم برمیدارم. بریم این مشهر سوالم من تو ذهنم. بله
وقتتون بخیر باشه. خب از اونجایی که قرار شد که به جای آقای بزرگانی یا بنده اینجا بایستم، الان دستور فرمودن که سوال رو هم خودت برگزار کن. آقا ما اصلا به مهارت شما نمیتونیم مسابقه برقرار کنیم، ولی خودتون دیگه خدا عاقبت تو بخیر. شما دستور دادین آقای بهنام رحم کردی من رو در دیدیم مثلا میرن مثلا اتوبوس و فلان میگن آقا شما پیرمردی بیاد بشین. الان شما دقیقا همون کارو کردی، خدا خیرت بده. جواب خیر از جوونی ببینید جواب، ولی جامون عوض کنیم دوباره من خسته شدم. خب همون سوالی که انتخاب شد برای این برام یه دونه شو بپرسم ها یا دو تا بپرسم؟ نمیدونم والله، دو تا بپرس. خب من نشونه نزدم دومی کدومه؟ خب نه، یکی همون، یکی هم اون یکی. خب وقتتون بخیر باشه، شماره رو زیر نویس بکنید چون میدونیم هنوز سوال نپرسید، دوستان زنگ میزنن. خب یکی این که در دعای آقای بهنام گفتن که چه کسانی با چه کسانی محشور شوند و چه کسانی با چه کسانی، این اون یکی بود؟ این اون یکی بود. یکی هم اونجا بود که گفتیم از فاطمه بنت اسد در کعبه و اینا. این یه سوال اگر دوست داشتین این رو هم جواب بدین. دو تا سوال مهم که قرار توی برنامه باشه و توی مسابقه ایناست که الان میگم. خوبه؟ خوبه. درستش کردم. خب یکی این که حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها چند روز در خانه کعبه بودن برای ولادت آقا امیرالمومنین علیه السلام. سوال دوم هم این که بین این 110 تا لقبی که امیر آقای جناب استاد بهنام گفتن از امیرالمومنین علیه السلام، هر بیننده‌ای که تماس بگیره سوال اول رو جواب بده و 5 تا از القاب امیرالمومنین علیه السلام رو بگه، برنده این قسمت از این مسابقه و این برنامه. آقا درست رفتم همشو؟ اگر نیازه بگم آقای بهنام؟ نه همش درست. آقا بسم الله زنگ بزنید. ببینیم. میدونی کسی که میخواد زنگ بزنه به نظرم باید خیلی خیلی خوش شانس باشه و بعدش هم یه حاجتی حتما تو دلش هست. همه بیننده حاجت من دارن و هر کدوم که تماس میگیرن هم مطمئنن انشالله نظر آقا امیرالمومنین آقای محسن علیه السلام هست. چرا؟ چون همین اندازه که سعی میکنن برای هم شادی روح، شادی خودشون و شادی دقیقه بقیه بیننده و دقیقه و روحیه خودشون، روحی و جسمی یه فعالیت بکنن، یه حرکت بکنن، این خودش خیلی ارزشمنده. اون کسی که صداش از اینجا در حقیقت پخش میشه، این در حقیقت میتونیم بگیم که به نمایندگی از بقیه بیننده ها. منم یه مطلب در همین مورد به ذهنم رسید. خب بگیریم اولین تماسا خانم مهین از کیش. ما تران از کرج داشتیم، از شیراز داشتیم، از تهران داشتیم، از شادگان داشتیم، از کیش نداشتیم. از کیش این؟ بله. خانم مهین سلام علیکم، عید شما مبارک. صدای بنده رو میشنوید؟ سلام از ما. بله بله، اسدالله و ایامکم، میلاد با سعادت حضرت. یکم قاطی کردم، خیلی دعا کردم که خدا حفظتون کنه. سلامت باشم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و اولاد معصومی علیه السلام. بله بفرمایید. خب سوال اولمون این بود که حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها چند روز برای ولادت امیرالمومنین علیه السلام در خانه کعبه بودند، و سوال دوم این که 5 تا از القاب امیرالمومنین علیه السلام رو بفرمایید. بله، روز 13 رجب، 3 روز بعد از ماه رجب بود که دیوار شکافته شد. فاطمه بنت اسد علیه السلام با خداوند رضای نست کرد. منظورتون 3 روزه؟ که دیوار شکافته شد و روز 16 رجب دیوار کعبه مجدداً شکافته میشه و حضرت به سباز شکافته شد اومد بیرون. احسن. و بله بله. سوال دوم احسنتم، این درست. سوال دومم بفرمایید. من داشتم صحبت میکردم با روابط عمومی خورده. آره یک بار دیگه تکرار کنیم. سوال دوم 5 تا از القاب امیرالمومنین علیه السلام. القابش بله، یعصوب الدین فتح خیبر. فتح خیبر. خیبر بله. فتح خیبر. یعصوب الدین. یعصوب الدین یه بار گفتی؟ معمولا آقا امیرالمومنین رو با چی صدا میکنن؟ میگن حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. علی ابن ابی طالب. بله علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب یه خورده فکر بکنید. فرمان هم دارن میگن به جای شما. من داشتم
آره داشتم صحبت میکردم با شما روابط عمومی من یه راهنمایی بکنم دو نفر خانم سکا خانم مهین خانم مهین از القاب آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو دو نفر دزدیدن دو نفر غاصب القاب آقا امیرالمومنین آها اونها آره بله ابوبکر لعنت الله علیه و عمر لعنت الله خب اونها چه القابی رو دزدیدن از آقا امیرالمومنین بسم الله الرحمن الرحیم آقای بهنام شما دلالت حضرت علی علیه السلام رو دزدیدن بله خب راهنمایی کنید بله اجازه بدید خانم مهین اجازه هست من دو تا دیگر رو از جناب استاد بهنام بپرسم ولی جایزه‌شو به شما بدم عزیزم خدا اینا همه رو میدونم تا حالا این چند شب هر چقدر که شما گفتید خدا وکیلی من همه رو میخواستم ولی نوبت هم نمیشد از تماس از ابتدای تماستون مشخص بود آقای بهنام فرمودن الباقی رو فاروق اعظم که میدونم به خود قاطیم بله فاروق اعظم و صدیق اکبر که صدیق اکبر قاسبین خلافت امیرالمومنین علیه السلام و اتباعشون اینها رو فکر من خودشون هستن به هر حال شما برنده بلو. هستید 918 آخر شما 918. هست نه اگر سرکار خانم من هنوز روی خط هستن بله آقا امیرالمومنین ابل حسنین پدر آقای امام حسن امام حسین بله و خدمت رو عرض کنم که بعد حضوری نه میدونم 100% میدونی سرکار خانم ولی میخوام بگم که از حرام نشم میخوام یه چیزی بگم بفهم فقط میخوام یه بیتی بگم اگر دست علی دست خدا نیست پس چرا دست دیگر مشکل گشا نیست ای اهل عالم بدانید که اول علی آخر علی یا علی اللهم اجل ولی خیلی ممنون متشکرم در نکنه این هم از مسابقه که بنده مبارکشون باشه به هر شکلی آره راه میدونم مبارکشون باشه انتهای شماره شون نوشتم دوستان لطفا شماره رو ذخیره کن میخواهید بریم نجف گزارش بگیریم از آقای میخواهد تا مهمان بعدی خب هر وقت ما حیا شدن اگر قسمت شد بریم یک کلیپ ببینیم و برگردیم در خدمت مهمان هر شب برنامه باشیم جناب استاد سوهنی پس من جارم حال بکنیم خدا این عشق و عذاب نگیره علی علی عشق به حیدر چه بی نظیره خدا این عشق و ازم نگیره علی نه تنها امام ما شد بر همه عالم علی امیره شیعه بودن افتخارم آقا تا قیامت این شعارم آقا شوقي وهيامي بعد النبي بس علي إمامي غصبا على الماء يرغب ولاءه لا فتى إلا علي كلامي خلي يسمع كل من الذي عادى صوتي على يا علي ولي به حیدر چه دل نشینه همه ی حرف نبی همینه علی مع الحق حق و علیه ولایت او کمال دینه با ولایت زندگی میشه زیبا میخونم به شادی دل زهرا علی مولا مولانا علی
علی علی علی وجه الله وجهه وإيد الله إيده علي 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 تجرب شراييني هالعقيدة وجه الله وجهه وإيد الله إيده حيدر صباح بيت باري مهدى وتشرفت كعبة بالصمدة بالسماوات بالعرش ربنا دا قطوة يكتب يا علي ولي يا علي مولانا علي مولانا علي مولانا علي مولانا علي چیکار کنی؟ آقا کیک آوردن کیک ولایت امیرالمومنین چی نشته نشه شادمانه مولود کعبه اسم برنامه شادمانه مولود کعبه است شبکه جهانی امام حسین علیه السلام شبکه فارسی و یک کیک تقدیم به همه بیننده های عزیز انشاءالله طعمش که زیر زبان همه شون هست انشاءالله ما هم بسیار هم عالی میل کنی خیلی هم عالی به 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 آقا خوبه آقای کارگردان ادامه بدیم برنامه رو مسئول دکور که خب. اوکی دادن آقا اجازه بدید ما در خدمت استاد گرانقدر حاجی زهری باشیم و دعوت بکنیم که خدمتش تشریف بیارن انشاءالله به جمع ما بپیوندن و خب حاجی زهری اگر بزرگواری بفرمایید و انشاءالله ما در خدمتتون بله بله بفرمایید خواهش می‌کنم بله بفرمایید بفرمایید یا خیلی خیلی خوش اومدید ما سلام سلام علیکم من از عرض ادب بکنم خدمتتون حاجی زهری خدا حفظه بکنه ان شاء الله عیدتون مبارک اسال الله ایامکم حاجی زهری خستتون کردیم و خدا حفظه بکنه بیننده ها منتظرن ان شاء الله هم با بیننده ها سلام و عید مبارکی داشته باشه و باشه ان شاء الله بله عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان شبکه مقدس جهانی امام حسین علیه السلام و شب میلاد مسعود امیر عالم امیر المؤمنین اسدالله الغالب یعصوب الدین رو خدمت امام زمان علیه السلام و همه محبین امیر المؤمنین تبریک و تهنیت عرض میکنم خدا حفظتون بکنه انشاءالله این عید خجسته و مبارک هم بر شما هم بر خانواده محترمتون هم بر تمامی شیعان انشاءالله مبارک باشه فرمودید یعصوب الدین حاجی زهری یعصوب الدین یعنی چی؟ یعصوب الدین همینطوری که زنبور عسل یه ملکه ای دارد و همه زنبورها زیر نظر او هستند و اگر به اصطلاح بوی گلی که مناسب نیست او استشمام کرده باشه میاد و او مراقبت میکنه و نمیگذاره وارد حریم باقی حریم چندو بشه امیرالمومنین علی علیه السلام هم یعصوب و فرمان روای همه عالم هست یا قسیم جنت و نار هست و همه افراد داره در اعراف فردای قیامت جایگاهی است بین جهنم و بهشت که بر پیشانی افراد نگاه میکنند نوشته شده از دوستدار اهل بیت دوستدار امیرالمؤمنین وارد بهشت میشه و اگر دوستدار اونها نباشه و نقش نبسته باشه جزء آتش و جزء معذبین به عذاب الهی من زبان عربی یه ذره بلدم حالا صحبت می‌کنیم یعصوب رو می‌دونستم معنی بلد. زنبور میده یعنی یه نوع زنبور خاصی هست ولی با این تفسیری که شما فرمودید حقیقتش نمی‌دونستم و تفسیر بسیار زیبا و در حقیقت تعبیر بسیار ارزشمند بود حاجی جوهر در خدمتتون هستیم ان شاء الله امشب هم بهره ببریم از کلامتون جابر ابن عبدالله انصاری از رسول گرامی اسلام سوال کرد در مورد میلاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام حضرت آه کشیدن و فرمودن چه چیز با عظمتی رو از من سوال کردی و بعد حضرت فرمودن آهای جابر بدون که خداوند متعال نور من و برادرم علی رو قبل از خلقت عالم و آدم خلق کرده است و ما در اصلاب پاک و ارحام مطهره یکی پس از دیگری بعد از آنی که در صلب آدم ابوالقشر بشر قرار گرفتیم
در ارحام مطهر و اصلاب پاک یکی پس از دیگری قرار گرفتیم تا نطفه من در صلب پدرم عبدالله و از اونجا به رحم مادرم آمنه قرار گرفت و نطفه امیرالمؤمنین در صلب ابو طالب و از اونجا به رحم فاطمه بنت اسد قرار گرفت. حضرت فرمودن در زمانهای پیشین فرد عابدی بود به نام مسرم با سه نقطه که 190 سال عمر کرد، عمر طولانی انجام داد و به عبادت و بندگی خدا مشغول بود و هیچ تقاضایی از خداوند نکرد الا اینکه از خدا درخواست کرد که خدا یا میخوام یکی از اولیاء خودت، یکی از بندگان شایستهت رو زیارت کنم، با اون مذاکره کنم، صحبت کنم. حضرت به جابر فرمودن خدا عمویم ابو طالب رو نصیب او کرد. ابو طالب رفت پیش مسرم تا مسرم نگاه کرد به صورت حضرت ابو طالب، فهمید چه شخصیت بزرگیست، برخاست و پیشانی و صورت ابو طالب رو بوسید و کنار خود یا بالای دست خودش جا داد. گفت از کجا هستی؟ ابو طالب گفت از تهامه هستم. گفت از کدام منطقه تهامه؟ گفت از مکه هستم. گفت از کدام قبیله؟ گفت از قبیله قریش هستم. گفت از کدام شعبه اونها؟ گفت از بنی هاشم هستم. تا فهمید از بنی هاشم هست، باز دو مرتبه اون مسرم، اون عابد برخاست، ابو طالب رو سر و صورتش و پیشانیش رو بوسید، تکریم و احترام بیشتر کرد و در کنار خودش او را قرار داد و حمد و ثنای خدا رو به جا آورد که زنده بودم و یکی از اولیاء الهی رو زیارت کردم و با او مذاکره کردم و بعد بهش گفت بشارتی میخوام بهت بدم. گفت چه بشارتی؟ گفت بشارت این که از صلب توی ابو طالب فرزندی متولد میشود که وصی خاتم انبیاس و همونطور که پیغمبر خاتم الانبیاس، او خاتم الاوصیاس و امام متقین هست و وصی بر حق پیغمبر اسلام هست و اگر من موفق به زیارت او نشدم، سلام من مسرم رو به فرزندت علی ابن ابی طالب وصی پیغمبر بفرست و بگو مسرم شهادت داد بر یگانگی خدا، بر رسالت پیغمبر و بر ولایت و وصایت توی امیرالمؤمنین پسر توی ابو طالب. تا این بشارت رو مسرم داد به ابو طالب پدر امیرالمؤمنین، ابو طالب بنا کر گریه کردن. گریه شوق است، چه بشارت عظیمی است به او داده است. ابو طالب گفت دوست دارم نشانه دیگر یا بیشتر نشانه برام بیان کنی یا برام قرار بدی. گفت چه میخوایی؟ ابو طالب گفت دوست دارم یه مائده آسمانی برام قرار بدی. مسرم بنده شایسته خدا دست به دعا بلند کرد، از خدا تقاضا کرد که بنده شایسته ابو طالب مائده میخواهد. یه مرتبه بعد از آنی که دعا کرد، دیدن یه طبقی از انگور، از رطب، از به اصطلاح انار از آسمان به زمین آمد. ابو طالب دست دراز کرد، از اون مائده بهشتی استفاده کرد و بعد از مسرم خواست مقداریش هم همراه خود ببرد و در خانه کنار فاطمه بنت اسد خوردن، استفاده کردن و نطفه امیرالمؤمنین از مائده بهشتی در صلب ابو طالب قرار گرفت. حالا شاید بعضیا بگن خب آقا نطفه ای که در صلب پدر قرار میگیره از قضاست، قضا رو انسان میخوره، بعد از مدتی، بعد از ساعتی هضم میشه، بعد از ساعتی که هضم شد تبدیل به خون میشه، بعد تبدیل به نطفه میشه در صلب پدر. شما میگید همون شب قضا رو خورده و نخورده مائده آسمانی رو تبدیل به نطفه شد در صلب ابو طالب؟ بله، این مراحل مال قضاهای مادی دنیاست که من و شما میخوریم، بله، اما مائده بهشتی از لطافت و ظرافت خاص خودش بهره مند است، به مجرد خوردن تبدیل به نطفه در صلب ابو طالب و از اونجا به رحم فاطمه بنت اسد. بسیار عالی. اگر خدا خالق است، اگر خدا رازق است، مطمئنن
اون رو هم بالاخره خود خدای عزوجل تدبیر میکنه. حاج آقای ظهر اگر اجازه بفرمایید با حضور شما و برادر عزیزم آقای غفوری بریم یه نجف خدمت آقای میر خلف‌زاده و یه گزارش دیگه رو با هم ببینیم. بینندگان عزیز همه با هم یه سفر خیلی سریع بریم نجف و برگردیم. حاج آقا سلام علی. سلام عرض ارادت خدمت شما هست. در خدمت شما بفرمایید. عید شما مبارک. عید شما مبارک باشه. منم عید عید و هم محضر حضرت رضا سلام الله که من از مشهد سلامت باشید. خدمت شما میرسم. هم محضر ایشون تبریک عرض میکنم. هم خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها که انشاءالله شب نیکی برین بی بی باشه و خدمت صاحب ارباب و آقا امام زمان عجل الله تعالی شرف شریف تبریک عرض میکنم در خدمتتون. خواهش میکنم. شما باز هم قبلا مشرف شدید. الحمدلله به لطف حضرت رضا و به امضای ایشون مرتبه چهارمه که من خدمت رسیدم. بله خدا رو شکر. دفعات قبل هم مثل همین دفعه با اهل و بیتتون اومدید یا اینکه تنها بودید؟ نه من سری گذشته اربعین بود که همراه با خانواده اومدم و از خدا خواستم که این سفر روحانی رو انشالله اگه میشه همیشه همراه خانواده نصیب و روزیم کنه که به لطف حضرت رضا این مهم حاصل شد. الحمدلله رب العالمین. انشالله دعاگوی ما و بینندگان شبکه امام حسین در مشهد و رضا باشید. انشالله اگه لایق باشم حتما سلامتون رو به حضرت رضا میرسم. چشم. ممنونم. ما هم هر اونچه که انشالله توفیق زیارت پیدا کردیم خدمت آقا امیرالمومنین اولاد معصومشون در کشور عراق دعاگو و نائب زیارتون زیاره ما باشه. حتما التماس دعای مخصوص داریم هم از طرف مشهدیای عزیز هم از طرف همه مردم ایران. انشالله حتما. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید. عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم. قربون شما برم. خب بنده هم تشکر میکنم از اتاق فرمان و استدیوی بین الحرمین شبکه امام حسین که این فرصت پایانی رو به ما دادن. باز الحمدلله رب العالمین همطور که مشاهده فرمودید و شنیدید زائر از مشهد مقدس بود. من از همه زائرینی که از مشهد و شیراز و قم باهاش مصاحبه کردم و حتی از جاهای دیگه خواهش کردم هر جای امامزاده ای امامی مشرف شدن دعاگو و نائب الزیاره شما و ما باشن انشاءالله. ما هم مادامی که در کشور عراق هستیم انشاءالله دعاگو و نائب الزیاره همگان خواهیم بود. ظاهرا فرصت من تمام هست. من از همینجا خدمت شما بینندگان عزیز و عزیزان دلم در استدیو اگر امری نداشته باشن خداحافظی بکنه. حاجی ناز عزیز عرضی نیست. خدا حفظت بکنه. خیلی خیلی ممنونم از شما. واقعا لطف کردی. انشالله که خدا به شما طول عمر با عزت بده و تا خودتون فرزندانتون نوهاتون و تمام کسانی که با شما ارتباط دارن همگی خادم و نوکر اهل بیت حسن و طهارت باشن. بریم در این شب نورانی در این مکان مقدس و به مناسبت این مولود مبارک داشته باشیم ابیاتی رو که حجای زهری با اون صدای گرمشون میخونن انشالله ما رو مستفیض بکنن. حجای زهری ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی چه صبرشون تمام شد موالی تو یا علی 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 حصار کعبه چون صدف بنت اسد گوهر بود
کنار کعبه چون یکی مرغ شکست پر بود، خداست یار اون کسی که دل شکسته تر بود، ولی دل شکسته ای که اونس بسته با علی، علی 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 علی. مولا جان تو همچو گل به دامن پاک نبی شکفته ای، هزار باب علم حق به سینه‌ات نهفته ای، به لیلت المبیت هم به جای دوست خفته ای، بدون علو و مرتبت رسیده ای چه گفته ای، مزدت تو یقینا لاکش فلق تا علی 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 یا علی 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 احسنتم. خیلی ممنون و متشکرم حاجی ظاهری، بسیار بسیار استفاده کردیم، نفستون گرم باشه. من دعوت میکنم شما رو حاجی ظاهری، امیر جان، همه بینندگان عزیز رو بیاییم بریم سراغ حرم آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام، گرداگرد حرم رو یه نگاه بندازیم ببینیم امشب که شب میلاد آقا امیرالمومنین علی علیه السلام چه خبره، قلقله جمعیت. همه الان که من داشتم نگاه میکردم یه گروهی لباس های سفید پوشیدن، نمیدونم دارن شعارهایی میدن، دارن چیز میکنن دم همین درب بابا شهدا، اینا داشتن عرض ادب میکردن خدمت آقای امام حسین علیه السلام. و تصاویر رو الان بچه های اتاق فرمان دارن نشون میدن از بله از اطراف ذریح آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام، و فضا خیلی خیلی معنوی و زیباست. خب در همین بین هم اگر اجازه بفرمایید، بله بسیار بسیار خب حاجی ظاهری، اگر اجازه بفرمایید ما از شما خداحافظی بکنیم، خداحافظتون بکنه، بسیار بسیار بهره بردیم و انشالله که در شبهای آینده هم بتونید در خدمتتون باشیم. خداحافظ. آخرین آیتم از برنامه امشب که در این دقایق پایانی خدمتتون بیان میشه، معرفی کتاب. خب چند شب چند تا کتاب رو معرفی کردیم، امشب که شب میلاد آقا امیرالمومنین علی علیه السلامه، دوستان پیشنهاد بدید چه کتابی معرفی کنیم؟ یه کتاب از سید العزیز. جدی؟ عزیزم واقعا شب میلاد آقا امیرالمومنین علیه السلام غیر از نهج البلاغه چی معرفی بکنیم؟ نهج البلاغه نوشته سید رضی، فراموش نکنید نهج البلاغه فقط و فقط کلماتی از آقا امیرالمومنین علیه السلام رو نقل کرده که در باب بلاغت و در حقیقت فصاحت و کلام هست. اگر کسانی دنبال
در حقیقت خدمت عرض بکنم احقاق حق و متائن ابوبکر و عمر از کلام امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه میگردند، بدون اینکه به نهج البلاغه پیدا نمیکنند، چون نهج البلاغه شامل همه کلام آقا امیرالمومنین علی علیه السلام نیست، نهج البلاغه است. ولی در همین اندازه هم توی خطبه شقشقیه حضرت بیان فرمودن اون ظلمی که ملعون اول به ایشون کرد. اجازه بدید من از طرف خودم از همه شما بینندگان عزیز خداحافظی بکنم و ممنونم از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید. کتاب نهج البلاغه رو امشب حتما بخونیم، چند صفحه ازش رو در خدمت شما هستیم برادران عزیز. ظاهرا فرصتی غیر از خداحافظی نداریم، درسته؟ تشکر میکنم از همه بیننده های محترم، دعاگو و نایب زیارتون هستم. انشاءالله که به زودی شما رو کربلا ببینیم. اسعد الله ایامکم، هر جا هستید شاد باشید، به شادی اهل بیت و شادی رو به اطرافیانتون هدیه بدید. یا علی مدد. خب انشاءالله که عیدتون مبارک باشه، دعا میکنیم که انشاءالله به زودی های زود مشرف بشید نجف اشرف و همچنین شهر مقدس کربلا. از هر کجای دنیا هستید کافیه فردا شب هم همراه ما باشید تا بتونید زیارت کنید آقا سید الشهدا، آقا ابوالفضل عباس و آقا امیرالمومنین علیه السلام. یا علی، خدا نگهدارتون. یا علی و یا علی و یا علی. Yo, Ali.